کارگاه دو روزه تتنامه نقش زنان در روند صلح و امنیت با حضور 100 زن از 4 ولایت حوزه غرب کشور امروز چهارشنبه در هرات آغاز شد. در این کارگاه آموزشی چگونگی عملی ساختن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن بر نقش بیشتر زنان در پروسه‌هایشون حکومتداری خوب، صلح و امنیت تاکید شده است و بحث گرفته می شود. مسئولان نمایندگی وزارت خارجه در هرات هدف از راه اندازی این برنامه را بیشتر ساختن نقش زنان در پروسه‌های ملی در سطح محل عنوان می کنند. 100 زن از 4 ولایت حوزه غرب اینجا گرد هم آمدند تا چالش ها و فرصت ها را برای چگونگی تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل که در آن بر نقش بیشتر زنان در پروسه های چون اشتغالزایی، حکومتداری خوب و مباحث صلح و امنیت تاکید شده را به بس بگیرند. مسئولان نمایندگی وزارت خارجه هدف از راه اندازی این برنامه را ارزیابی فرصت ها و چالش ها فرارای تطبیق این قطعنامه، چگونگی بیشتر ساختن سهم زنان در پروسه های ملی در سطح محل بیان می کنند. به خاطر محلی سازی، یعنی به هدف نهادین سازی تمامی ارزش های که در واقع نقش زنان در راستای مشارکت سیاسی از یا اشتغال زایی از یا آموزش و پرورش از یا و ای که اونها در سطوح مدیریتی قرار بگیرن، این قطعنامه تضمین کرده و در قبال از دولت افغانستان پلان عمل ملی واضح را مشخص ساخته که در تطبیق از او ادارات مختلف دخالت دارن، ادارات محلی و ادارات مرکزی. زنان اشتراک کننده در این کارگاه هم از آنچه مشکلات فراراه زنان در ولایت‌هایشان میگویند ابراز نگرانی میکنند. نقش زنان در ادارات دولتی و در اجتماع خیلی کم رنگه، به دلیل از اینکه خود فرا یک ولایتی است که جنگ زده است نسبت به سایر ولایات و امنیت درست نداره. به همین خاطر خانم ها کمتر در ادارات دولتی حضور پیدا میکنند. زنان کسته در ولایت غرب بیشترین از امنیت برخوردار نیست، یعنی زنان امنیت خوب نداره، از تعلیم تربیه برخوردار نیست. زنان که هسته در ولایت غرب و خود مرکز ولایت غرب بهتر است که زنان میتونه یک کم تحصیل بکنه اما محدود است، ولی در ساحاتشان که هسته، در ولسوالیهایشان که هسته، حتی مکاتب نداره، مکاتبهایشان بسته است. یعنی زنان نمیتونه که تعلیم و تربیه یعنی تحصیل بکنه، در مکتبها، در دانشگاه ها را پیدا بکنه، چون امنیت نیست. از سوی هم فعالان حقوق زن حکومت را در راستای تطبیق عملی مرحله نخست قطعنامه 1325 ناموفق می‌دانند. به باور آنان همواره تمرکز حکومت در مراکز شهر بوده و مناطق دوردست هنوز هم زنان از دسترسی به حقوق خود محرومند و روزگار ناخوشی را سپری می‌کنند. یا چالش‌هایی که ما پیدا می‌کنیم، می‌بینیم که آگاهی از این قطعنامه در قسمت آقایون و در قسمت ولسوالی‌ها ما اینا کمتره و حتی می‌تونیم بگیم که جاهای هیچ تغییری نیامده، هیچ آگاهی وجود نداره. قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل که در آن بر دادن نقش بیشتر به زنان در پروسه‌های سیاسی از جمله صلح و امنیت تاکید شده است، در 31 اکتبر سال 2000 میلادی به تصویب رسید و افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که ملزم به تطبیق آن می‌باشد.